سلام. سخنان تازه رئیس جمهور کرزای در واکنش به درگیری مرزی میان نظامیان افغان و پاکستانی در مورد دیورند در واقع پاشیدن نمک تازه بالای زخم کهنه بجامانده از بریتانیای کبیر خوانده شد. افغانستان در رنگ و بوی انتخاباتی را به خود میگیره و پاکستان انتخابات برگزار میکنه. آیا میشه نسبت با این ده امیدوار بود و در نهایت بریتانیا حامی سنتی پاکستان با چه راهبرد نسبت به این منطقه جهان میبیند؟ آقای احمد ولی مسعود رهبر نهضت ملی و سفیر پیشین افغانستان در بریتانیا در پرسو پال کنونی پاسخ میگویند. سپاسگزار آقای مسعود از حضورتان. از پیشروی و درگیری نظامیان پاکستانی و واکنش رئیس جمهور کرزای در مورد خط دیورند آغاز میکنیم. واقعا چه چیزی میشه استنباط کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه زیاد تشکر از شما. ببینین رئیس جمهور کرزای تا حال تقریبا 12 سال میشه که اینا دارای یک سیاست خارجی مدون و منظم و سیستماتیک نیستن. امور قینات هم قسم قینات در بس از مسائل دیگه یک تعریف مشخص، راهبرد مشخصی در قضایا ندارن. مطمئن که در ارتباط با سیاست خارجی هم کنم راهبرد مشخصی ندارن. با اون نسبت عکس العملی که رئیس جمهور افغانستان نشان میده بیشتر جنبه احساسی داره، بیشتر به خاطر تحریک احساسات مردم است، بیشتر به خاطر ندانم کاری خود حکومت است و اغفال مردم است. با اون نسبت آدم نمیتونه اعتماد کنه که واقعا مسئله ای که رئیس جمهور افغانستان مطرح میکنه چقدر میتونه ای در این موضوع خود صادق باشه و چقدر میتونه که به منافع ملی افغانستان گره خورده باشه. شما در کشور سفیر بودن که اون گذشته تاریخیش بریتانیای کبیر مشکل زا بوده، حالا مسئله دیورند هم ناشی از زمان 1893 است. فکر میکنید واقعا مشکل میان افغانستان و پاکستان همین موضوع است؟ ببینین مشکل میان افغانستان و پاکستان دو کشوری که با هم همسایه هستند، اما هر کدامش از خود یک سیاست خارجی مشخصی دارند. مشکل کلان پاکستان به طور مثال همیسته که هر زمانی که در ارتباط به افغانستان می نگره در واقع از سه چشم انداز داره. یکیش همیسته که هر زمانی که در ارتباط به افغانستان می خواهد که یک کار را انجام بده مطمئن که از دریچه سیاست خود با هند می بینه. یعنی در واقع آن چیزی که یا روابطی که یا خصومتی که با هندوستان داره باعث از این میشه که افغانستان هم از اون دریچه باید ببینه. یک مسئله است. و موضوع دوم همیسته که مسئله تکنیکی است، مسئله دیورند که یاد کردیم. ببینید تقریبا 65 سال میشه که این موضوع به حال خود باقی مانده و حکومت های افغانستان قطعا آماده نیستن که این مسئله را حل کنند. حتی رئیس جمهور کرزای زمانی که از پیشان سوال میشه میگه ملت افغانستان باید تصمیم بگیره. خب بالاخره ملت افغانستان از خود نماینده هایی داره، پارلمان افغانستان است و لوی جرگه باید تا حال ایجاد می شد و آخرین مرحله رفرندوم است. ملت افغانستان کمین هستن. اگر شما من حیث یک رئیس جمهور تصمیم نمی گیرین و این خط دیورنده به یک زخم خونین تبدیل ساختین که هر بار حکومت های پاکستان و افغانستان بخواهد که مثل یک گاو شیری و رزی استفاده کنه به خاطر مسائل داخلی خود و مردم افغانستان قربانی بتن، این درست نیست. و به اون نسبت عکس العمل رئیس جمهور کرزای در واقع منبعث میشه و نشأت میگیره از انواتور یک راهبردی خودشان دارن. حالا شما میگین که هر کشور سیاست خاص خود را به ویژه در میان افغانستان و پاکستان وجود داره، چیزی که پیشتر از این شما گفتن که راهبرد مشخص در مورد چگونگی موضع‌گیری کشورهای خارجی در حکومت افغانستان وجود نداره. خب در ارتباط به موضع‌گیری کشورهای خارجی شما ببینین خود پاکستان، اگر مثال بتیم رابطه پاکستان با افغانستان در مدت 12 سال از حکومتداری آقای کرزای این چقدر پرتلاطم بوده، یک سال نبوده. یک بار شده که در واقع تمام مسئله را اینا به پاکستان ارجاع کردن و حتی طوری بوده که گفتن که اگر پاکستان حملات خود را مبته مثل که چند سال قبل می ترتیب بود گفتن ما قطعا عکس العمل نشان نمیدیم. یکی از مسئولین دست اول نظامی افغانستان گفتن ما چطور میتونیم که عکس العمل در مقابل توپخانه پاکستان انجام بدیم در حالی که اون طرف خاک ماست. مگر امروز چطور شد که دوباره یه درگیری صورت میگیره؟ مشکل کلان همیست که چرا حکومت های افغانستان، چرا بالاخره حکومت آقای کرزای در حالی که جامعه جهانی حضور داره چرا در این مسئله رأی ملت افغانستان که رأی ملت اما یک چیز مغالطه نش آقای مسعودین، درگیری به خاطر اون طرف خاک نبوده، این بیشتر به خاطر ازی بوده که سربازان پاکستانی پیشروی کرده بودند در مناطق مثل گشته. و ده شک نیست که یک باری کار میکنن یک برو کار میکنن. مشکل کلان همیست که ما تقریبا 2400 کیلومتر سرحد باز داریم. در واقع وقتی که ادعای تمامیت ارضی داریم 2400 کیلومتر این سرحد باز این در واقع تمامی ترزی ما رو تثبیت نمیکنه. چرا باید این خط دیورند
باعث تک تک شدن افغانستان شده، باعث بربادی هستی افغانستان شده. قاچاق مواد مخدر، مسئله تروریستی، مسئله قاچاق اسلحه، مسئله بدبختی افغانستان، همیشه از اون خط. آیا چرا حکومت افغانستان تصمیم نگیره تا بتونه که این خط بالاخره باید مرز داشته باشیم یا نداشته باشیم، بعد بتونیم تصمیم بگیریم که آیا خطی دوران باشه، بیشتر از او باشه، اتک باشه، بریم یک دهلیز ترانزیتی به بحر هند داشته باشیم؟ موضوع حکومت افغانستان مشخص است، میگن تا دریای سند از ماست. دیگه خوب اینو خوب موقف آقای کرزای است. ببینین اگر واقعا میخواهند که دولت افغانستان دارای یک پالیسی شود، بهتره میسته که ما متخصصین امور پاکستان داریم، اینا باید بشینن مسئله را ارزیابی کنن، بعد بتن به کابینه افغانستان، کابینه افغانستان باید تیر ارجاع کنن بتن به پارلمان افغانستان، پارلمان افغانستان اگر ایجاب کرد که لوی جرگه بیه لوی جرگه بیه، و اگر ایجاب کرد که حتی رفراندوم بگیرن مردم افغانستان برن رفراندوم بگیرن. همین حاله در انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری اگر ایجاب کنه میتونن که در پهلوی خود رای انتخاب مردم یا رای میتونن که رفراندوم ایجاد کنن که بالاخره هم دیورن چی باید به این مسئله چه رقم باید یک راهبرد داشته باشه. حالا بگذارید نگاه بریتانیایی ها را نسبت به این موضوع بفهمیم. دست کم اگر چی این موضوع در این سالهای اخیر به ویژه در این روزهای اخیر بیشتر داغ شده، آیا گاهی هم شما زمانی که نزدیک به 3 سال در بریتانیا سفیر بودین موضع انگلیس ها را نسبت به این موضوع فهمیدین؟ مشکل کلان همیسته متاسفانه. مشکل کلان همیسته ببینید در ارتباط با پالیسی و سیاست انگلیس ها همیسته بیشتر یک مقوله معروف است انگلستان همیسته که زمانی که انگلیس ها صحبت میکنن شما در اون ارتباط بسیار جدی نشین، اما آن چیزی که اینا صحبت نمیکنن بسیار جدی هستن. موضوع دیورن، ببینید زمانی که بین بریتانیای کبیر که در خود بر اعظم هندوستان بودن و بالاخره امپراتوری روسیه، زمانی که تشنج ایجاد میشه خط دیورند یا این مسئله یک در واقع یک خط فاصله هایلی اینا گرفتن خط کشیدن تا بتونن که از تصادمات جلوگیری کنن، اما متاسفانه او با حالش باقی مان. و حالا هم اگه سوال کنین از اونا که شما هستین که این خط استعماری بوده، خط خونینه که بالاخره قربانی زیاد پیدا شد، شما در واقع یک مسئولیت اخلاقی هم دارین که در این ارتباط یک داخل میانجیگری شون بالاخره این مسئله باید حل شوه با یک ترتیبه، اما این که گذاشته شده نمیدانم و مشکل کلان نمیسته. ببینید وقتی که تو یک زخم خونین یک خط خونین به جای خود باقی میمانه، هر کشوری حتی سیاسیون، دولت مردای پاکستان، افغانستان، کشور خارجی، همشون میتونن دی در واقع دست بازی کنن و بالاخره ملت هاستن قربانی باشه. اگر مشخص‌تر بفهمم، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه موضعشون نسبت به خط دیورند خیلی روشن و مشخص است. ایالات متحده آمریکا میگه این یک مرز بین‌المللی است و ما هم به رسمیت می‌شناسیم. فرانسه میگه مرز بین‌المللی نیست، چیزی به نام خط دیورند وجود نداره یا مرز بین‌المللی دیورند. ولی مشخص‌تر بریتانیایی‌ها موضع روشن در این مورد دارن؟ نه خیر. متأسفانه ندارن. اگر مرتبط بسازیم با اون بخشی از کار شما، شما در حال از حکومت در مورد سیاست خارجیش انتقاد می‌کنید که اگر دست کم 4 سال 5 سال در دستگاه سیاسی حکومت در مسائل خارجی دخیل بودن، آیا او زمان هم درک کرده بودن که سیاست روشن حکومت افغانستان نداره؟ متاسفانه نبوده. یعنی دستگاه دیپلماسی افغانستان از بعد به آمدن حکومت آقای کرزای در واقع یک سیاست خارجی روشن نداشته، همین قصد که در بس از مسائل سیاست روشن نداشته، در ارتباط با مسائل خارجی هم سیاست خارجی بسیار روشن نداشته. پس شما حتی سفیر در حکومت بودن که در اینجا سیاست خارجی روشن هم نداشته؟ حتی ببینید من حتی زمانی که به سفیر بودم در اونجا، به جای از اینکه اینا برن به شکل سیستماتیک از طریق سفارتخانه از طریق سفیر بتونن که مسائل با کشور میزبان در واقع در میان بگذارن، خودشان از داخل ارگ ریاست جمهوری سکرتاری خودم میگفتن که باید حتما با انگلیس ها طوری صحبت شود که سفیر باید خبر نشه. مشکل کاران افغانستان همین. آقای مسعود، حالا یک سوال، اگر چی بعداً به اون مسائل حکومتی و غیر حکومتیش میپردازم، در همین مورد خاص چرا در همین دست کم 3 سالی که شما سفیر بودین این صدا را بلند نکردین؟ بار این مسئله رو در میان گذاشتیم، یعنی با حکومت افغانستان مثلا بار در میان گذاشته شده. متاسفانه اون بار، یعنی بار به ما گفته شده که ببینین شما بگذارین تا زمانی که ما قوی شویم باز آخر میتونیم در این قسمت ما تصمیم بگیریم. برشان گفتیم که آقا اگر شما قوی شوین و شما در انتظار ازی باشین که شما قوی شوین و بالاخره ادعای ارضی او طرف بکنین، مطمئن باشین که پاکستان همواره او جنگ نیابتی رو در افغانستان همچنان پیش میبره. مطمئن باشین که پاکستان باز غافل نیست از این مسائل شما. شما تا چی وقت میتونید، چی وقت باید قوی شوین؟ جامعه جهانی حضور داره، حکومت افغانستان هست، ساختارهای دموکراتیک وجود داره، چرا مسئله را حل نمیکنین؟ پاسخ چی بوده؟ خب بگذارین بازی مسئله یک مسئله است که ملت افغانستان یک قسمت تصمیم میگیره. من نمیدونم که ملت افغانستان که اینا میگن اینا به کی ارجاع میکنن؟ پارلمان همی
ما ساختارهایی که داریم همی، حکومت همی، وزرا همی در مسائل دیگه تصمیم میگیرن و چرا اینا میخواین که در واقع یک نفر از بار مسئولیت خود بیرون بکشن و فقط وقتی که موقع استفادهشان میاد این مسئله را استفاده کنن؟ حالا بگذارید این بحث چگونگی رابطه میان افغانستان و پاکستان را جمع بکنیم. فردا 11 می انتخابات برگزار میشه در پاکستان. چقدر میشه امیدوار بود که این حکومت منتخب بتونه در مورد چگونگی سیاست گذاریش در مورد افغانستان تغییر ایجاد بکنه؟ یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم. از بعد و ایجاد پاکستان 65 سال قبل در واقع خود پاکستان از طریق یک پالیسی خشونت ایجاد شده و به اون نسبت است که بیشتر با ابزار خشونت متوسل شده. ببینید پاکستانی خودشان اعتراف میکنه که چون چندین بار در مقابل حریف خود هند از شکست نظامی خوردن پس به این صورت نمیتونن که در رویارویی با هند یک مقاومت بکنن، به اون نسبت جنگ نیابتی را در افغانستان و کشمیر اینا ایجاد کردن تا بتونن به اون اهداف خود برسن. مشکل اصلی باقی میمونه که این جنگ نیابتی از یا قربانی های زیاد داشته، حتی خود دامنگیر خود مردم پاکستان هم شده. ببینید نظامی های پاکستان که این جنگ نیابتی رو پیش بردن امروز میبینید که حتی خودشان قربانی هم پالیسی خودشان میشه. اما در ارتباط به حکومت ملکی پاکستان مطمئنن که اینا حتما در پیش خود مسئله داره که باید مسئله حل شود. ما تا جایی که برداشت میکنیم در واقع حکومت پاکستان، حکومت ملکی پاکستان آمادگی داشته باشه که بتونه از طریق دیپلماتیک این مسائل رو با افغانستان حل کنه. حالا فکر میکنید که این انتخابات به معنی همون تغییر روش خواهد بود؟ ببینید نه تنها مسئله انتخابات پیشوری که داریم، حتی حکومت موجود ملکی پاکستان مطمئنن که حتما یک راهکار دیپلماتیک هم داره تا بتونه مسئله حل کنه. انتخابات پیشوری پاکستان خب مطمئنن یک حکومت ملکی که از طریق رأی مردم به میان بیاره امکان داره صلاحیت بیشتر داشته باشه. من تو فکر میکنم که پاکستان شاید با تا حال متوجه شده باشن که سیاستایی که در قبال افغانستان اینا ایجاد کردن این یک سیاستای موفق نبوده. بله اگرچه نمیخوایم این بحث بعدی را که در مورد همان اجندای ملی و یا هم گفتگوهای بین افغانی را با جزئیات صحبت بکنیم، اما واقعا این را که بین ما رساله هم شما مطرح کردن چاپ شد کارش به کجا رسید؟ خب مسئله اجندای ملی ببینید بسیار یک سوال خوب کردین. ما در اجندای ملی مسئله را طوری آوردیم که تا زمانی که خود افغانا مشکل خود را بین خود حل نسازن، تا زمانی که به یک تفاهم بین خود نرسن در محور یک برنامه ملی ما نمیتونیم که بسیار ادعای کلان دیگه داشته باشیم. به طور مثال مسئله که با پاکستان هست، اگر ما میتونستیم یک تفاهم بین الافغانی بین خود داشته باشیم، دولت ملی را میتونستیم ایجاد کنیم، مطمئن دولت ملی دارای برنامه بسیار روشن و پالیسی خارجی روشن می بود. ما به اون نسبت ما این مسئله کنفرانس بین الافغانی پیش کردیم. کار از این ما در واقع در مشورت با نخبگان افغانستان هستیم. با یک تعداد زیاد نخبگان افغانستان مشورت صورت گرفته، با احزاب سیاسی افغانستان مشورت صورت گرفته. امیدوار هستیم که زود بتانیم کار از این جمع کنیم و بتانیم که این تفاهم بین نخبگان افغانستان در محور یک آجندای ملی بتانیم به نسل جوان افغانستان بتیم و از طریق نسل جوان افغانستان بتانیم به عام مردم افغانستان یک نوع بیداری ملی ایجاد کنیم تا مردم دقیقاً بفهمند که کشورشان به کدام طرف میره، کدام حکومتشان چی کار میکنه و بازی ها چه رقم صورت میگیره، معاملات پنهانی چیست. در واقع مردم بتونه با آگاهی تصمیم سرنوشت کشورشان بگیره. اما در نقد این رساله شما نوشته وجود داشت که این چیز بیشتر واهی و ناکجا آباد است و بیشتر عمیق به این مسئله دیده نشده است، میپذیرین؟ نه خیر، ببینید ما طوری گفتیم، یک نقطه ما گفتیم که بیاین که یک رودمپ یا یک نقشه راه است، اما در قسمت از این که در آینده ها چی میشه تصمیم جمعی باید باشه. ما گفتیم ما مشکل تاریخی داریم. افغانستان در طول تاریخش میبینه که با یک ناکامی تاریخی مواجه بوده. حالا بیایم که مشکل تاریخ خود را بین خود حل کنیم، زمانی که حل کردیم باز ببینیم یک جایی بتونیم با دیدگاه با در واقع دیدگاه آینده داشته باشیم. انتقاد در همین جا هست، میگن که این بحث مشکل تاریخی در زمانی که شما مطرح میکنید خیلی ها سطحی هست، شما عمیق نپرداختین به این موضوع. واقعا چنین است؟ ببینید مشکل تاریخی ما مسائل ملی را مشکل تاریخی داره، مسئله قدرت مشکل تاریخی است، مسئله رهبری مشکل تاریخی است، موضوع عدالت اجتماعی عدالت سیاسی مشکل تاریخی است. مسائلی است که در اونجا در واقع برش بحث صورت گرفته و ما میگیم که بیاین یک با یکی مشکلات تاریخی خود با هم در قرن 21 کسایی که ما نخبگان افغانی داریم
در این عصر یک فرهنگ مدرن سیاسی بیایم بین خود حل کنیم و بعد از اون راهکار آینده را یک جا با هم بدیم که ما چطور میتونیم در آینده افغانستان یک جا حرکت کنیم. من فکر میکنم که بحث آجندای ملی بحثی است که فقط یک میکانیزم به خاطر یک نقشه رای را به خاطر اینکه چطور میتونن نخبگان افغانی حالت بحران موجود را مهار کنن و بالاخره در آینده با تفاهم با هم یک جا بنگرن و یک جا حرکت کنن. ولی این فکر میکنه که یک دید واحد باید ایجاد شه برای بله مطمئن. یک انتقادی که بیشتر آقای مسعود میشه این است که شما چگونه میایین یک دیدگاه بسیار بزرگ ملی را مطرح میکنند که دست کم در کارهای سیاسی موافق با جز از خانوادیتان شما نیستن، یعنی یک تشکیل واحد ندارن. ببینید مشکل ما این نیست که او حزب سیاسی گروه سیاسی در افغانستان گروه‌های سیاسی زیاد هستند، احزاب سیاسی هم زیاد هستند، نهادهای مدنی داریم، فرهنگی داریم، بالاخره شخصیت‌های ملی داریم، همشان قابل احترام هستند، بالاخره همشان اینا در واقع در امر دموکراتیزیشن افغانستان کمک می‌کنند. اما ایجاد دیدگاه واحد ملی این یک مسئله دلخواه نیست، یک جبر است، باید داشته باشیم. ما در مسائل افغانستان باید از یک دید ملی باید بنگریم چطور میتونیم که اولویت های ملی افغانستان رو مشخص بسازیم و یک تفاهم بین الافغانی رو بیاریم با حداقل این مسائل کلان ملی که در محورش تفاهم صورت میگیره یک جا حرکت کنیم. حالا مشخصتر اگر جواب خود را دریافت بکنم، شما زمانی که من یک تصویر بزرگ از آینده افغانستان ترسیم میکنین و دیدگاه ملی را بر اساس میخواین که حرکت بکنین، سوال هم اینجا هست شما چگونه میایین یک تصویر بزرگ از نگاه با آینده ارائه میکنین که دست کم در مورد سیاسی با جز از خانوادیتون شما موافق نیستین یا جدا از او کار میکنین؟ ببینید ما گفتم که ما پیشتر هم گفتم ما احزاب داریم، گروه ها داریم، شخصیت ها داریم، ما کار نو آغاز کردیم. یک میکانیزم یک نقشه راه است که چطور اول میتونیم جمع کنیم بعد از او ببینیم که در کجاها همه ما موافق میتونیم شویم. یعنی این مسئله نیست که در واقع به متن ارتباط داشته باشه یا به اون یا بو شخص. حالا زمانی که این طرح مطرح میکنن آیا اول از خود آغاز خواهید کرد؟ بله شروع کردیم. آقای آغاز کردیم. بله. جایگاه طالبان در این اجندای ملی که بیشتر شما مطرح میکنین در کجا است؟ ببینید ما اجندای ملی رو طوری طرح کردیم کسایی که به افغانستان میاندیشن، کسایی که تعهد دارن، دلسوزی دارن، کسایی که با ارزش‌های همسو با تمام مردم افغانستان دارن. در واقع ما چند مثلا ارزش‌های ما، ارزش‌های دموکراتیک، مسئله حقوق بشر، مسئله دین، مسئله راهکار آینده، این ارزش‌هایی هست که می‌تونیم در واقع امو نخبگان افغانی به حداقل تفاهم در این مسائل باید برسن که طالبان جزء اون نیستن. بله که طالبان جزء اون نیستن. خب ما گفتم اگر طالبان کسایی خواسته باشن که بخواین با مردم افغانستان در واقع با ارزش‌های همسو یک جا بیاین چرا نه؟ بیان بفرمان که همینجا هست که باز هم یک انتقادی که میشه ای است که شما عمیق به این مسئله ننگرستید و بیشتر سطحی بوده. شما زمانی که میایین بحث اجندای ملی را مطرح میکنین، گفتگوی بین الافغانی را و این طالبان را هم شرط میگذارن که یک تعداد اگر این را بخواین بیاین و این را نخواین نیاین، همینجا هست میگن که سطحی میبینین. ببینین ما شما یک قانون اساسی داریم، در قانون اساسی افغانستان کل مردم افغانستان باید به او احترام بگذارن، بالاخره قانون اساسی افغانستان قابل احترام است. اگر کسایی میایند در واقع به نام طالب میگن که ما هم میخوایم به این قانون اساسی افغانستان احترام بگذاریم، ما هم جزء افغانستان هستیم، افغان هستیم، به این کشور تعهد دلسوزی داریم، ما هم میخوایم در بحث اجندای ملی خود شریک بسازیم، حتما مشکل در کجاست؟ یعنی سوال اینجا از آقای مسعود، شما زمانی که اجندای ملی را مطرح میکنین و مبنایش هم افغان بودن ذکر میکنین، خب طالبان هم میگن ما افغان هستیم، ولی این شرطی که دموکراسی را بپذیرن و قانون اساسی را باز هم اون سطحی نگرستن نمیگن. قانون اساسی مسئله قانون اساسی با کل افغان است، نه فقط تنها با طالبان است. یعنی اگر طالبان نپذیرن چون این چیز را شما قبول ندارین و جزء از اجندای ملی تان نیست. قانون اساسی چرا ما گفتیم در محور قانون اساسی افغانستان با اله بدون از اون ممکن نیست. با الهام از قانون اساسی افغانستان وقتی قانون اساسی وثیقه ملی کشور خودت قبول نکنی چطور میتونی به یک قرارداد بین الافغانی برسی؟ مطمئن قانون اساسی افغانستان در محور تمام مسائل قرار داره. ببینید یکی موضوع قانون اساسی است، یکی دیگه یک میثاق ملی بین احاد مردم افغانستان. رهیافتی که ما داریم، ما میگیم که در افغانستان یگانه رهیافت موجود رهیافت نخبه محور است. یعنی نخبگان افغانستان باید چی کنن؟ در محور مسائل کلان ملی تفاهم کنن تا بتونن یک جای پیش کنن. حالا این نخبه را چه کسی باید تعریف بکنه؟ تعریف از نخبه دارن شما؟ ببینید شما میتونید بگید که کسایی که میتونن اندیشه تولید کنن نخبه هستن، کسایی که دولت مرد هستن نخبه هستن، سیاسی هستن نخبه هستن، کسایی که یک قماندان با نفوذ هستن نخبه هستن، تعریف شما از نخبه همین است؟ عالم جهاد هستن. تعریف شما از نخبه چنین است؟ ببینید ما کلاسیفای میگن
کسایی که عالم جدید نخبه هستند، کسایی که میتونن یک اندیشه تولید کنن نخبه هستند. نخبگان افغانستان از همه اقشار ملت افغانستان میتونه باشه، یعنی با طایفه مختلف ارتباط داره، میتونیم که همیشه در محور یک پروگرام ملی جمع کنیم تا بتونیم حالت بحران موجود مهار کنیم و با آینده یک جای باید بریم. حالا اگر این بحث چگونگی اجندای ملی را با گفتگو با طالبان جمع بکنیم، شما در کشور سفیر بودن که دست کم گفته میشه که نفوذ لازم بالای پاکستانی ها، پاکستانی ها هم پس از هم در مورد طالبان نفوذ بیشتر دارن و شما بیشتر از این هم گفته بودن در دیدارهایی که با بی‌نظیر بوتو داشتن در او زمان گفتگوهایی در این مورد داشتن. بی‌نظیر بوتو در سال 2007 هم میگه که طالبان یک پروژه بود که بیشتر با طرح آمریکایی‌ها بود و مدیریتش انگلیس‌ها کرد و پولش عربستان و سعودی داد و ما هم عملی کردیم. آیا فکر میکنید حالا راه را که برای گفتگوهای صلح پیش کشیده میشه بیشتر از سوی سیاستگران افغانستان راهی است که ما را به صلح میرسانه؟ فعلا میکنید به صلح را که آقای کرده طرح کرده و از طریق شورای عالی صلح او را مطرح کرده، من فکر نکنم که ما را به صلح برسانه و او مشکلات خود داره، البته بحث در اون قسمت زیاد است. اما زمانی که مسئله صلح مطرح میشه و خصوصا مصالح ملی، اگر این به عموم ملت افغانستان ارتباط داره، پس باید نیروهای مختلف دیگه هم باید در این مصالحه باید شریک باشن. نیروهای مقاومت دیروز که در مقابل طالب ها اینا مبارزه میکنن شریک باشن، جامعه مدنی افغانستان باید شریک باشه، زنان افغانستان که بیش از نیم نفوس افغانستان میسازن و متاثر از رژیم طالبانی است باید شریک باشن، نهادهای فرهنگی افغانستان، احزاب سیاسی، همه باید در این مصالحه شریک باشن. که فکر میکنن نیستن؟ فعلا نیستن. نخیر. بله آقای مسعود، حالا فراتر از این بحث چگونگی رابطه با پاکستان، گفتگو با طالبان، میایم سر موضوع انتخابات. رفته رفته به نظر میرسه که افغانستان رنگ و بوی انتخاباتی را به خود میگیره. یک انتقادی که بیشتر بر جریان‌های سیاسی به وی سیاستگران مثل شما میشه ای است که شما میایین انتخاب میکنین اما طرح لازم برای گذار در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ندارن. واقعا چنین است؟ نخیر. من فکر میکنم که سوال خوب است. میخوام که یک مقدار وقت شما رو بگیرم. ببینید انتخابات 2014 است، مشکلات چالش ها زیاد است، هم چالش سیاسی است، باید انتخاب شفاف و عادلانه داشته باشیم، چالش امنیتی است، باید امنیت انتخابات گرفته شود و بالاخره قوتهای امنیتی ما بتونه که از حملات احتمالی دشمنان افغانستان جلوگیری کنه و در فرایند انتخابات از یک دولت ملی باید حمایت کنه. چالش اقتصادی است که با رفتن جامعه جهانی مطمئن کمک های اقتصادی کم میشه، چطور میتونه یک اقتصاد جایگزین با اقتصاد بتونیم داشته باشیم و چالش اجتماعی است، یعنی مردم افغانستان در یک حالت بی‌امنیتی روانی فعلا هستند، چطور میتونیم مردم افغانستان مطمئن بسازیم که 2014 را یک کابوس پیش مردم است، بتونیم به یک مرحله موفقیت تبدیل کنیم؟ چطور میتونیم؟ یعنی چهار مسئله است، چهار چالش است. کسی میگه که انتخابات به خودی خود میتونه حل مشکلات افغانستان باشه؟ آقای کرده تلاش داره تا بتونه که یک نوع امکان در یک لوی جرگه عنعنوی رو بیاره تا بتونه بگه خب انتخابات صورت نمیگیره ما میتونیم لوی جرگه عنعنوی بیاریم. کسی میگه که اجماع ملی باید صورت بگیره، یعنی اجماع ملی به تعریف از وای میسته که بتونه چهره های سیاسی را قطار کنن و بالاخره همین استیتسکوی حالت موجود رو حفظ کنن و برن به 2014. اما چیزی که ما پیشنهاد داریم دقیقا در راستای اونم اجندای ملی است. ما میگم ببینین اینمی با نخبگان افغانستان ارتباط میگیره تا بتونن که با یک تفاهم میان نخبگانی با اولویت‌های افغانستان مشخص بسازن و یک جا اینا به طرف 2014 بره. پس اون مشخص ساختن اولویت‌ها بحث دومه است که شما بیشتر در اجندای ملی مطرح می‌کنین. آیا واقعا فکر می‌کنید آقای مسعود، حالا یک سوال که جمع بکنیم این بحث را، فکر می‌کنید که گذار از این مرحله اول اون بحث اجندای ملی را که شما مطرح می‌کنین خیلی ساده است که بیایم باز به مرحله دومش و ارائه بکنیم اولویت‌ها را؟ می‌بینید در افغانستان هیچ چیز ساده نبوده. آنچه من میگم که ما یک حزب، یک گروه، یک نفر، یک شخصیت، ده ها شخصیت به تنهایی نمیتونن که مسئله افغانستان حل کنن. ما میگیم که جامعه جهانی افغانستان ترک میگه، دیگه انتخاب نداره، یک امر جبری است، نخبگان افغانستان با آن چیزی که در چیز خود دارن، در توانایی خود دارن با تینا جمع شون تا بتونن که با تعهد به افغانستان، با آینده افغانستان اینیم کشور نگاه کنن. این در واقع یک سرمایه کل ملت افغانستان است، از هر قومی که هستن، و چطور میتونن نخبگان افغانستان که یک قوت عظیمی هست اینا بتونن مرحله گذار به موفقیت سپری کنن. کل حرف من نیست. حالا در مورد چگونگی خروج سربازان خارجی، چیزی که پیشتر شما اشاره کردن، ویلیام درمپل نویسنده کتاب برگشت شاه امروز در مقاله میگه که غربی ها از درس های افغانستان نیاموختن و رفته رفته به نظر میرسه که تاریخ یک بار دیگه تکرار خواهد شد. واقعا شما چنین فکر میکنین که یک بار دیگه 1992 یا 1996 تکرار خواهد شد؟ من بدبین نیستم در او مثلا. من بدبین نیستم، من فکر نکن به او ترتیب باشه، به خاطر ازیست که مردم افغانستان بیدار شده، در واقع مردم باید در
با هوشیاری، با آگاهی، با اطلاع رسانی که دارن میتونن که مسئله خود را جمع کنن. من فکر نکنم که مسئله من بدبین نیستم. بله آقای مسعود، در مورد خود شما یک نکته ای که بیشتر در مورد سیاستگرانی که انتقاد میکنن از حکومت ای است که تا زمانی که در درون حکومت باشن همه چیز خوب است، ولی همین که از چوکی حکومتی دور شدن میان انتقاد میکنن. بحثی را که بیشتر در مورد شما هم مطرح میشه، واقعا چنین است؟ در مورد من مطرح به خاطر نمیشه که من از زمانی که سفیر بودم، از زمانی که وقت سفیرم بودم، یه حکومت و سیاست های حکومت انتقاد کردیم، در شورای وزرا انتقاد کردیم، در شورای امنیت دولت انتقاد کردیم، زمانی که ما رفتیم به کنفرانس انتقاد کردیم، و از زمانی که و حتی با آقای کرزای در شورای وزرا گفتیم که توجه داشته باشی که من نمیخوام که سفیر باشم، اگر میخواین که من باشم، من مطمئنه که من نمیتونم صدای مردم را خفه بسازم. در واقع زمانی که سفیر بودم من انتقاد اعتراضم بود و وقتی که بعدم شد، یعنی از من موضوع من قطعا یک موضوع اصولی اما از 2003 تا 2006 هیچ بحث رسانه‌ای را شما مطرح نکردین که بیاین از حکومت انتقاد بکنین. اگر کردین کجا بود؟ ما همیشه کردیم. مثلا چه زمانی؟ ببینین در بحث رسانه‌ای، مصاحبه‌ای که داشتیم با بی بی سی، با سرای آمریکا، با سی ان ان، با جراید افغانی، شما برین به 2003 2004 تا هم جراید افغانی ببینه بسایر که ما مطرح کردیم. دست کم که من دیدم، چون این چیز را مطمئنا نیافتم. به هر حالش منم میفهمم که در کدام زمان. آقای مسعود، بین من آخرین پرسش، شما زمانی میایین از حکومت انتقاد میکنه و در رأس نهاد به نام فرمانده احمد شاه مسعود قرار دارین، حالا اگر کوتاه اشاره بکنین، تا هنوز این درک شده فهمیده شده است که در پی ترور احمد شاه مسعود چه کسی بود؟ متاسفانه یکی از مشکلات است که حکومت افغانستان تا الان نخواسته که پرونده را باز کنه و در این قسمت هیچ همکاری نکرده و هیچ کاری نکرده. یکی از مشکلات عدیدی حکومت افغانستان اهمی است. سپاسگزار آقای مسعود از حضورتان. سپاسگزار از شما هم که بیننده پرسوپال با احمد ولی مسعود، رهبر نهضت ملی و سفیر پیشین بریتانیا در سفیر پیشین افغانستان در بریتانیا بوده. تا پرسوپال دیگر، خدا نگهدار.